در حکمت 110 می‌فرمایند لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع. امر خداوند متعال برپا نمیشه مگر اینکه سه مطلب مراعات بشه. یک، یعنی کسی میتونه امر خدا رو برپا کند، اون من معناش اینه کسی میتواند امر خدا رو برپا دارد و قوام ببخشد که اهل مصانعه نباشه. مصانعه یعنی ظاهرسازی، یعنی از کنم که سازش، نه مصانعه یعنی از کنم کوتاه آمدن و حالا سازش اب نداره، مدارا کردن، مدارا کردن بهتره. بله هم تو فارسی، تو فارسی عربی مدارا میشه اما فارسی سازش بهتره. چیزی شبیه مداهنه هست، سازشکاری. خود مداهنه معنای از دهن، معنای روغنکاری، ماسمالی به اصطلاح. یصانه هم از ساختن هست، صنع معنای ساختنه. یصانه مصانعه یعنی این که همون سازش کردن، همون سازش کردن نزدیکتره چون از خود ریشش هم همون ساختنه، صنع، همون سازشکاری دیگه، ساختن. منتها چرا دیگه ایشون گفت مدارا به این معنی که از کنم که سازشکاری بکنیم، نه معنی این که هواش داشته باشیم، همون که سازش، همون کلمه سازش خیلی بهتره چون از کردم اصل ریشش هم صنعه. ولا یزار، این مزارعه باز معنی فروتنی است اما اینجا فروتنی معنا نیست، بلکه اینجا از کنم که باز به این معناست که ما تواضع بیجا نکنیم یا خار کردن، که نه خودمون رو خار نکنیم، یعنی مثلا کوچیکی نکنیم، اینجوری این قشنگ تره. پس یک، سازش نکنیم. دو، خودمون رو کوچک نکنیم، عزت محفوظ بمونه. و سه، از طمع ها پیروی نکنیم. این سه تا، تا این سه تا نباشه امکان نداره که بخواد امر خداوند. خلاصه حضرت سه تا خصلتی که باعث میشه که انسان نتونه دین رو اجرا بکنه رو بیان کرده. یک، سازشکاری، که البته اینجا برعکس نوشته آقای مرحوم آقای دشتی، اولی رو نوشته مدارا کردن، دومی نوشته سازشکار و سومی نوشته پیرو آرزوها نباش. آرزو نه، طمع، پیرو طمع نباش. این دوتای اول و آخرش درست نیست. چون در امر خداست، در امر خدا باید امر خدا رو اجرا کرد. سازش معناش چی میشه؟ یه گوشه از امر خدا رو کنار بذاریم. مثلا فرض کن که بحث حجابه، ما میگیم که 100% باید موها پوشیده باشه، اونا میگن 100% باید چی باشه؟ بیرون باشه. میخوام بیا با هم سازش کنیم، نصفش کنیم، این چی میشه؟ سازشکاری میشه. نه میگیم مثلا نصف موها بیرون باشه، چون دعوا سر اینه دیگه، تمام موها پوشیده باشه، هیچ پوشیده نباشه، بیاد با هم سازش کنیم. قل یا ایها الکافرون، اونجا میدونید پیغمبر گفتن که ما که با هم جورمون جور نمیشه، نه شما بت‌های ما رو قبول دارید نه ما خدای شما رو، بیاد با هم سازش کنیم. یک سال شما بت‌ها رو بپرستید، یک سال ما خدای شما رو میپرستیم. که آیه تکرار شده که و ما انا ولا انا عابدون ما عبدتون، برای همینه چون اونا تکرار میکردن، میگفتن یک سال ما خدای شما رو میپرستیم، یک سال هم شما بت‌های ما رو بپرستید. نه من بت‌های شما رو میپرستم، نه شما خدای ما رو میپرستید. این معنای سازشکاری اینه
که ما اینجوری کوتاه بیایم. در امر خداست، بس امر خداست، نه بس امور دنیوی اجتماعی که اونجایی نداره که انسان کوتاه بیاد.